به نام خدا. داستان رابطه مرد قصاب و زن ملا. در روزگاران قدیم مرد قصابی عاشق زن ملا شد. سالها در طلب او بود و برای به دست آوردنش به هر کاری دست زده بود. روزی از روزها معشوقه به او پیام داد که ملا چند روزی به سفر رفته. به منزل ما بیا تا کمی دل خود را به مراد برسانی. قصاب چون پیام و سلام زن را بر این منوال شنید، آن را از مواهب روزگار دید و گفت: من که باشم که تمنای وصال کنم؟ یا کیم من که حدیث لب و خال تو کنم؟ کس به درگاه خیال تو نمی یابد راه، من چه بیهوده تمنای جمال تو کنم؟ سریعا هدیه و تحفه‌ای برای آن معشوق زیبارو و محبوب دلش خریداری کرد و به سمت او شتابان رفت. چون به منزل زن رسید و جمال دلارای او را دید، ساعتی از غم و شادی گفتند. مرد قصاب از زن خلوت خواست. زن در خانه کودکی 5 ساله داشت، بسیار زیرک و فهیم. زن به قصاب گفت: کمی صبر کن تا غذا و خوراکی آماده کنم و به این بچه بدهم تا او را مشغول کنم که از کاری که می کنیم سر در نیاورد. مرد گفت: تا غذا درست کنی وقت من هدر می رود و فرصت من کم می شود، و چه بسا که در این مدت که مشغول غذا هستی اتفاقی بیفتد و ما را از هم دور کند. پس وقت را غنیمت شمار و تکه این نان در دست بچه بگذار تا به آن مشغول شود و دیگر بهانه نگیرد. زن گفت: تو از هوش و ذکاوت و دوربینی او خبر نداری و نمیدانی که او برای چه بهانه گرفته است. پس اندکی صبر کن تا خوراکی برایش آماده کنم و بهانه اش را کم کنم. مرد گفت: اگر این چنین است تو بهتر میدانی، هرچه که فکر میکنی بهتر است آن را انجام بده که بعدم بر من خورده نگیری و از دست من ناراحت نشوی. زن دیگی گذاشت و برای کودک برنج پخت. وقتی که برنج آماده شد، مقداری از آن را درون ظرف ریخت و جلوی کودک گذاشت. کودک گفت: این کم است، بیشتر میخواهم. زن رفت و مقداری بیشتر برای او آورد. بار دیگر کودک گفت: باز هم خیلی کم است و من با این مقدار سیر نمیشوم. زن باز هم مقداری دیگر برنج آورد. کودک بسنده نمیکرد و داد و فریاد می زد که بیشتر می خواهم، تا اینکه همه برنجی که زن پخته بود تمام شد. بعد از آن کودک گفت: هنوز هم سیر نشدم و عسل و روغن می خواهم. زن هم به ناچار برایش عسل و روغن آورد. کودک چندین بار به همین منوال درخواست غذاهای مختلف می کرد و بهانه می گرفت. در نهایت مرد قصاب از حرص و بهانه‌گیری های کودک خسته شد و به کودک گفت: ای کودک پر رو بد، چرا اینقدر بهانه میگیری و خوراکی زیادی میخواهی؟ آن مقدار غذایی که تو خوردی اندازه سیر کردن 3 مرد بود. کودک جواب داد که پر رو و بد و بیادب تویی نه من. اگر تو عقل داری باید بدانی که این کاری که در پیش گرفتی و تصمیم به انجام آن داری، ساختن خانه‌ای بر لبه یک صخره و یا ساختن آن خانه بر لبه یک گودال آتش است. با همین خاطر باید مردمان تو را سرزنش کنند و بدان که مستحق عذاب خداوند هستی و به این خویی که تو داری و این تو که تو میکاری، هر ساعت آسمان بر تو میخندد و روزگار بر تو میگرید. عمر خود را در جهل و غفلت سپری میکنی و روزگار را در حماقت به سر میبری. باز من اگر در برنج خواستن گریه و زاری کردم و برنج زیاد خوردم و عسل و روغن گرفتم. اول برنج خوردم و پس از آن عسل و روغن تا مزاجم معتدل شود و در هضم غذا به من کمک شود تا شکم درد نگیرم.
و هنگامی که گریه کردم املاح نامطبوع از چشمانم خارج شد و دماغم صاف گشت و چشمم روشن شد. نتیجه بدرفتاری و عمل من این بود، ولی نتیجه رفتار و کردار تو چیزی جز سستی اعصاب و اعضا و کوتاهی عمر در این دنیا و عذاب خداوند در آن دنیا نیست. حالا تو پر رو نادان هستی یا من؟ مرد قصاب که فردی باهوش و زیرک بود، چون حرفهای منطقی کودک را شنید بسیار تعجب کرد و فهمید که حق با کودک است و در معصیت و رسوایی به سوی او باز است. پس فکر کرد که اگر من به خلوت با معشوق اصرار ورزم، چیزی جز رسوایی نصیبم نمی شود. چه بهتر که چند روزی صبر کنم تا راهی بیابم، یا اینکه معشوق را به منزل خود بخوانم تا از شر این کودک رهایی یابم. پس به کودک گفت که من از کارم پشیمان شدم و از تو عذر می خواهم. من گمان می کردم که به خانه دوست و معشوقم آمدم. چه می دانستم که به خانه افلاطون و سقراط حکیم آمدم. سپس از خانه بیرون رفت و از زن خواست که او را همراهی کند. به زن گفت که این کودک روزمان را خراب ساخت و از این به بعد آمدن من به اینجا به صلاح نیست و اگر قراری داریم باید در جای دیگری بگذاریم. زن که از کودک خود ناراحت بود، فقط به این میاندیشید چه نکند ماجره را برای ملا تعریف کند و آبرویش را ببرد. پس به نزد کودک برگشت و به او گفت اگر داستان امروز را برای پدرت بگویی و مرا بی آبرو کنی، پس از این دیگر خوراکی در کار نخواهد بود. دوستان و همراهان عزیزم، ممنونم که این ویدیو رو تا پایان همراه من بودید. اگه دوست داشتین ویدیو رو لایک کنید و برای ما کامنت بذارید، و اگه میخواین حکایت‌های بیشتری رو از این کانال بشنوید، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگولش رو هم فعال کنید. همراهی شما همیشه باعث دلگرمی ماست.